بیرون ده مچانم کردی تو این اتوبوس تو اسمت چیه؟ ببینم زبونت تو خونه جا گذاشتی. من چیچو ایندروزیو هستم. آخه به چیچو فرانکو خیلی علاقه داره. اسم خودت چیه؟ چکلتون باقر چپ دست. راست میگه اسمش باقر چپ دست. تا حالا 40 تا ماشین چپه کرده ناکه. تو اسمت چیه؟ جانستر عباس ترمز خیابانی تصدیق با یک همگانی مارد در ماشین دوانی نوکرت میشن در زندگانی امتحانش حد شد خام میکنه خام نشد. سابقه کار 6 سال خانم جون. سابقه 7 و 10 سال. ساکن سرسبیل کوچه هر گنبی. اهل غیر و غنبی. خواهیت انقل لوست نکن هستن. شما اسمتون چیه آقا؟ من سعیدم. بچه کرموشا، 3 سال پیش دکتر رامتین کار میکردم. خب چرا از پیش دکتر آمدین بیرون؟ بیرونم کرد. خوشم آمد، راستشو گفتی. برعکس، من دروغ گفتم. چون اگه میگفتم خودم آمدم بیرون، حتما شما باور نمیکردی. خب چرا اینجوری حرف دادی بستم؟ تو بمو، بقیه مرخم. خودم این سعید تا سعید کلک هیچ فکر نمی کنم با اون جواب دادن طرف تو رو انتخاب بکنه. من حقیقت گفتم عباس جان. خلاصه با دو چشخانه یه چش ابرو طرف رام کردی رب پیکارش خیلی ناکر. عباس جان متاسفم که تو انتخاب نشدی. بابا دست خوش تو عیادواری مستقتر از منی. من با عزت میرم دنبال بیکاری. خب زد زیاد. قربون معرفته. ناکر تمیرم. قربون تو. زود ترتیب اتاق سعیدو بده. یالا.
امیدوارم از زندگی در اینجا راضی باشی. البته خانم. پس دروغم میگی، شروع بدی نیست. با حقوق مای 700 تومن موافقی؟ بله. گفتم یه اتاق خوب برات حاضر بکنم. خیلی معذرت میخوام خانم، جسارته، ولی من نمیتونم زن و بچه‌مو تنها بذارم. باید حتما شبا برم پیش اون. چطور؟ اشکالی داره برای شما؟ پس زن و بچه‌م داری؟ بله. اسم پسرم رامین. چی شد؟ چیه دخترم گریه نکن؟ دختر به این بزرگی گریه نمیکنه. نه بابا کاری نشده، بودو برو بالا پیش بابا. برو جونم. خب پس قبول نمیکنی؟ نه خانم، اگه قرار باشه شبا اینجا بمونم نمیتونم. اما عباس مجرده، راننده خوبی هم هست. اگه بخواین اون میتونه بیاد. نه لازم نیست. من همیشه راننده همو خودم انتخاب میکنم. اوکی اینطور. خب پس من معذرت میخوام. ببخشید، با اجازه. خداحافظ. صبر کن. بله. تو در این حال آدم یک دنده هستی. قبول میکنم شبا رو میتونی بری خونت. و یه روزم مرخصی در هفته. البته اگه جمعه باشه خیلی ممنون میشه. شرط دیگه ای ندارن حضرت آقا؟ نه، فقط جلب رضایت خانم. لیلی؟ لیلی؟ تموم نشد؟ استخدام یه راننده که دیگه اینقدر لفت و لعاب نداره. بسه دیگه، من میخوام برم. خب برو، کسی نگرت نداشته. خب پس نهار هیلتون منتظرتم، حتما بیا. یا باشه، ماشین حاضر کن، باید بریم خرید. ضمناً یه آزمایش هم از رانندگیت شده، اما اول باید سر و وضعتو درست کنم. مدتی از سعید خان خبری نداشتم، گفتم بیام یه سری بزنم. خوش اومدی. سلام عباس ترمز. سلام. تعمیر میکنم ماشین سرکاری کردم بنده. عباس یکی کن. عباس یکی کن. عباس دو دولار رو بکنم. عباس دو دولار رو بکنم. عباس دو دولار رو بکنم. خدا مرگم بده، این حرف رو از کجا گرفتی؟ خب حالا چطور فیلم گیری؟ حالا به پایت نمیرسه خیلی کلی برم کنم بازیون بکنم. عباس ترمز. رسی بچه ای بی تربیت شدی یا؟ بلش کنید مهر جان، خانم بچه باید همینطور شیطون زبر باشه. سلام علیکم. عباس جان سلام. خواهی که در رو دک اون چه وقتی گردنه پای چی گول پیگول شدی یا؟ خواب دیگه چه میدونم بابا، خانم دلش خواسته ما اینجوری بپوشیم. تو رو خواهی قیافه رو تماشا کن، این به چه ریخ میدرم بودم. این یاران داره خفم میکنه. بابا دخترای همسایه بورد نزنن ها. چونه؟ مرمونه تو رو بگیم. مرمون تو برم. خب کار برای چطوره؟ خوبه؟ دارم تو آکسیمو میفروشم، یه باری بخرم بندازم تو خط شیراز و اصفهان. داشتم ما مال جادهای بیابونی، ما به درد شهر و شلوغی نمیخوریم. یالا بیرم عباس ترمز بزن زیرش. زود باش فنگله.
بازی تنیس خوشت میاد؟ نه خیلی، من تیل انگشتی بیشتر خوشم میاد. تو چه خوب بلدی تو زوق آدم بزنی. منظوری نداشتم، اگه جسارت کردم معذرت میخوام. لازم به معذرت خواهی نیست، فقط فراموش نکن که تو شوپر من هستی. بعد از این سعی میکنم بیشتر در این مورد دقت کنم. پس بهتره کلا بذاری سرت. من تمام راننده هم کلا سرشون میذاشتم. آخه میدونی چیه، من وقتی کلا سرم میذارم یهو سرم درد میگیره. آسپرین بخور اما کلا سرت بذار. آسپرین. بفر کلا. حالا نمیشه این کلای لعنتی رو نزنم. نه کلا جزو مقررات راننده های منه. آخه کلا چه ربطی به دست به فرمون داره؟ خیلی مربوطه، یا کلا سرت بذار یا سویچو بده من خودم میرونم. خیلی خوب، بفرمایید این سویچ، این کلا، این مانتو کیفت، ما هم استعفا دادیم. خره ما از کورگی دوندن تا نمیتونی استعفا بدی. من خودم بیرونت کردم. خیلی متشکرم. سعید. صبر کن. بازم تو برنده شدی. خانم من که با شما مسابقه نمیدم که برد و باخت داشته باشه. نازم نمیکنم. فقط دلم میخواد شما از من راضی باشید. همین. کافی گاهی به میل من رفتار کنی، اون وقت ازت کاملا راضی میشم. نمیدونم منظورم میفهمی یا نه سعید. چشم، سعی میکنم دیگه برخلاف میل شما عمل نکنم. حالا که همچی شد بفرمین، اینم کله. خوب شد؟ حالا شدی پسر خوب حرف شنو. فقط اگه سرشو یه کمی بدی بالا خیلی بیشتر بهت میام. بسم الله، اینم سرش بالا. یه خورده دیگه بده بالا قشنگ. هم کله رو میدم بالا، هم خودم واسه میذارم بالا. آها. شیرین شامشو خورده؟ بله خانم، اکرم شامشو داده خواب. خیلی خوب. خب با من فرمایش نداری خانم؟ چرا؟ لطفا برو سر خیابون اون دواهای منو بگیر بیا. ببینم برات که اشکالی نداره. ممکنه. باشه. نوکرم شد. Thank you.
دیگه ماما خورده فرمایش ندارین. چرا؟ بیا اینجا کارت دارم. ماساژش بدی شاید دردش تسکین پیدا کنه. خواهش میکنم. بفرمایید. اینم مشتمال. کجا رو؟ اینجا رو؟ اینجا. محکمتر. بله. یه کمی با این تر. اینجا. اگه میخواین حالتون جا بیاد بهتره بگیریم بخوابین خانم. نه. توی اون دنیا همش میخوابم. تازه من شبا خوابم نمیبره. به زور قرص و آمپول و دکتر و دوا باید خودم رو وادار به خوابیدن کنم. متاسفم. متاسفی؟ یعنی تو قد داری که متاسف باشی؟ خب خواهش میکنم دیگه. باز دیگه دوباره جنگ و دوا رو راه نندازیم. من خوشم میاد با تو بجنگم، دعوات کنم. من از لجاجت و سرسختی تو سعید خوشم میاد. سعید امشب رو تنهام نذار. من از تنهایی وحشت دارم. از دقیقه‌ای که چشمم بهت افتاد ازت خوشم اومد. افسوس که تو ارزش این عشق و علاقه منو نمیفهمی. شما سرور من هستی. من علاقه من به خوشبختی و سعادت شما هستم خانم. نمیخوام سرور تو باشم، میخوام کنیزت بشم. آه سعید، این مسخره بازی رو بذار کنار. من شب آروم نمیگیرم. فکر و ذکرم توی جونم، وجودم، روحم، جسمم تو رو میخواد. خانم من دارم نون نمک این خانواده رو میخورم. مخارج زندگی من از کاری که اینجا انجام میدم تعمیم میشه. شما الان خیلی به استراحت احتیاج دارید. فردا صبح که بیدار شدیم مرتضی و من دیگه من و شوهر نیستیم. همینجوری زندگی میکنیم. تمام ثروت و املاک اون در اختیار من. تو میتونی شریک زندگی من باشی. سعید منو بغل کن. سعید گمشو برم کن. گفتم که من زن و بچه دارم، نمیتونم. من به زن و بچه هم علاقه من دارم. تمام ثروت دنیام نمیتونه منو از اونا جدا کنه. سعید تو اشتباه میکنی. تو نمیتونی با این حرفا منو وسوسه کنی. سعید نرو، ترکم نکن. من که بایستده درک که بایستدی شروع ترکیب تو رو ببرم. خانم چی شده؟ خانم چرا گریه میکنی؟ اگه سعید ناراحتتون کرده دکش کنم. من انتقامم از اون میگیرم.
اسخر میخوام در مورد زن سعید تحقیق کنی. میخوام بدونم چطور آدمی، چه شکلی. این که کاری نداره خانم، من خیلی وقت زن سعیده میشناسم. یه زن ساده و زود باوریه و خوشگله. ای بدک نیست. اگه بخوام من میتونم یه روز بیارمش اینجا، وقتی بخوره به تور ارباب دیگه کارش داره. میدونین که آقا چه گرگیه، وقتی رابطه برقرار شد سعید متوجه میشه که زنش از چه قماشه، اون وقت ازش دل سر میشه و میاد به طرفش. اسخر تو یه نابغه ای. گرگونی خانم جون، تو از من جیون شما حق بریم کنم. خدای من، چیکار کنم؟ این زنه بدجوری به پر و پای من پیچیده. لیلی خوشگله رو میگی؟ بیرم سعید خان، این تنه کفنکری راحت بگو خاطر پاش شده. نه تو بمیری، اون خاطر پای من شده. ول کنم نیست، سفت و سخت چسبیده که باهاش رو هم بریزم. منم که میدونی چقدر مرجان و رامین علاقه دارم. تازه عیاشی عاقبتش چی میشه؟ نمیدونم چیکار کنم. کارم رو دوست دارم. اگه اینم بلش کنم برم سراغ یه کار دیگه، ممکنه تا یه سال دیگه هم کارگیرم نیام. آب، برق، خونه، همین جوری فشار میاره به کمر زندگی. نمیدونم خلاصه چی کار کنم. خب بهش حالی میکره که زن بچه که دوست داری و نمیتونی بهشون خیانت بکنه. مگه تو کلش میره، میزنه زیر گریه مثل ابر بهار عشق میره. گول عشق زنه نخور ناچرتن. چی میگی؟ من گولی عشق زنه بخورم. میگم اون که تالا مرجانم نیده، چطور ترتیب یه ملاقات بدی؟ وقتی ببینه مرجان چقدر صاف و ساده است، میره سراغ یه جوان دیگه، اون دنبال یه سرگرمی میگرده. تو نباشی یکی دیگه ناچرتن. آره بد فکر نیست، با این مغزی که تو داری نمیدونم چرا راننده شدی. بسه دیگه نمیخواد مسخرم بکنه. با بیمری های مسخرت کرده باشن. خوش بریم یه کافه دیگه. امشب میخوام تا صبح تمام کافه های ترمون زیرو کنیم. آشان حساب ما رو برمیریم. Thank you.
بنگ بنگ جمع کن زید بنگ جونه تا خوشن خوشن کردن زید بی بالا جونو هم بی بالا یه دقیقه بی بالا باید برم کپ مرگ هم بزرم کارب نکن مرگ جونه تو نمیشه فرده اول تیغا افتا باید برم اتمون خیلی خوابر که استادلی قربون تو سبخ بخیر قربونت برم راحت بخواب دیگه دیگه تو بنگ من کو آخه شکاره منتظر تو بودم تمام شب خوابم نبود تا این موقع کجا بودی؟ چشمم روشن مستم که هستی از این طرف ها اختیار دارین خواهش میکنم رفته بودم رامین از مدرسه ببرم خونه که سعید سر رسید اون میل داشت با شما ملاقات کنم ببخشین که مزاحمتون نه هیچ مزاحمتی سلام من شیرینم تو اسمت چی؟ منم رامینه منم اخترم علک دلک بلدی با چی لب چی دیگه بازه دیگه یادت بدم بیلی نگاهشون کن انگار سالا از هم دیگر میشن بچه ها همینطورن زود با هم میجوشن دیرم از هم جدا میشن اما بزرگ که شدن واویلا دیگه از وفا خبشه دنبال تنوع و چیزای تازه میکردیم کسی نمیتونه یه مرد و پابند چیزی بکنه که داره میره کهنه بشه گرچه در مورد زنام این هم صدق میکنه شما با عقیده من موافق نیستیم خواهش میکنم رو در وسیله بزن بگیر والا من نمیدونم چی بگیر این مچ دستم مدت هاست که به شدت درد میکنه یه موقعی لیلی ماساژ میداده و باعث تسکین من بود حالا دیگه وقت نداره شما مایلین زحمت شو بکشید راستش نمیدونم چی جوری ببینید بگیرید هیچ کاری نداره حالا ماساژ بدید خواهش میکنم خواهش میکنم محکمتر نه 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 خواهش میکنم ادامه بدین تازه داره دردش ساکت میشه میدونین من و لیلی دیگه زن و شوهر نیستیم اما به خاطر شیرین دخترمون من حاضرم زندگی شما رو کاملا تغییر بدم ببینم شما از جواهرات گرانبها خوشتون میاد مثلا چی؟ تو سیده این خانوم تو واقعا زن جالبیه که پرده پنهان کردی که آدم های زشت تو دنیا زیادن خب ما باید بریم دیرمون شده رامین بیا بریم رامین نه من نمیذارم بری باید بمونه با من بازی کنی سب کن تو رو خدا بایست باشه یه وقت دیگه گوش کن جونی رامین باید بره خونه مشقاشو بنویسه هفته دیگه میارمش باش بازی خب آفرین شیرین آفرین کرد بریم خب از لطفتون خیلی متشکرم خداحافظ بازم به ما سری بزن به خاطر شیرینم شده این کارو بکن خب باشه تو چشم بیبریم خوب شد اومدی من از دست این ارباب پرچونت خلاص کردی میدونی مردو به این سن و سال که میرسن رفتارشون درست مثل بچه ها میشه آره همینطوره اصلا تو چه اصراری داشتی من بیاری اینجا ببینم ازم دلخوری بیا برم بار ندارم دلخور چی ارباب میگم مثل اینکه بد چیزی نیست ما مرجانه میگم آره تا به حال در تمام عمرم یه همچین لعبتی ندیده بودم میگم دیدی چطوری به نگاه میکرد وقتی موچتونه مساج میداد رفتم تو بایرش شما واقعا دل اونو به دست برده بودین کار داشت درست میشد افسوس که این سعید ناخلا یه دفعه آره اون خیلی بی موقع اومد اگه کاری بکنی که بتونم باش خلوت کنم حاضرم نصف عمرمو به تو بدم اون نفس دیگه شو جگر میکنی اگه ارباب بخوان میتونن ترتیبشو بدن ترتیب چی رو؟ که با مرجان تنهایی خلوت کنی چجوری؟ اینجا؟ بله همینجا آه اصغر تو نابغه‌ای اگه این کار بکنی اون نصف دیگه یه عمرم هم به تو میده نه عمر میخوام شما سعید از شهر دور کنین باقیش با من
سلام. سلام. چه خبره؟ مثل اینکه خیلی سر حالی. چی شده؟ لیلی، راستی یادم رفت بهت بگم. دیروز تلفن کردم به عمه جان. حالش نسبتاً خوبه. فکر کردم بد نیست اگه سعید بره شیراز اونو برش داره بیاره چند روزی پیش ما بمونه. اتفاقا منم تو همین فکر بودم. خیلی وقت سراغی ازش نگرفتیم. راستی فردا من نمیتونم باهات بیام کلوب. چرا؟ باید برم جشن تولد شهره. اکرم هم که میخواد بره مرخصی. تو میتونی فردا شب تو خونه بمونی؟ برای چی؟ نمیخوام شیرین تو خونه تنها باشه. چرا با خودت نمیبریش؟ شاید هم مردمش. ماشین حاضره. نمیخوام بری کلوب؟ الان میرم. راستی سعید، آقا میخواد بری شیراز. ما یه عمه اونجا داریم که مدت هاست ازش خبری نداریم. اگه حالش خوب بود برش دار بیاره اینجا. چه باید حرکت کنم؟ بد نیست اگه فردا حرکت کنی. چطوره، موافقی؟ باشه. مثل اینکه همه چی بر وفق مراده. تو مطمئنی که میتونی مرجان رو بکشی اینجا؟ خیالتون تخت تخت باشه. فقط خونه رو خلوت کنین، باقیش با من. فردا شب لیلی میره منزل شهره. خب. و تا صبح بر نمیگرده. تو باید حسابی مرجان رو بپذیری. میپذم. از شخصیت و سخاوت من تعریف کن. میکنم. باید بهش وعده بدی. میدم. وعده گه حسابی. آقا نمیخواد به من درس بدی. هیچ زبونی که من دارم ما رو از سوراخ میکشه بیرون. میدونم از خواب. هنوز هیچ مادری شبیه تو رو به دنیا نیاورده. متشکرم. هیچ مادری هم آدم مثل تو رو نزیده. تو فکر چی هستی تو؟ تو فکر این یارو شله. آه، اسخر رو میگی؟ آره، از کجا گیرش آوردی؟ خیلی عوضیه. مرتضی اون از یه پرورشگاه آوردش. مثل گربه میمونه. تمام سوراخ سنبه های خونه رو بلده. اون مرید منه. هر کاری که ازش بخوام برام میکنه. هر کاری. ببینم راستی فردا چه ساعتی میری شیراز؟ فردا بعد از ظهر میرم. کدوم ماشین رو ببرم؟ ماشین آقا رو ببر. خب من دیگه باید برم. لباس هم حاضره؟ همه چی حاضری. همه یه لباس ها و زیر پیرنات رو گذاشتم تو کیفه. چی؟ همه شد؟ مگه من چند سال میخوام برم شیراز بمونم؟ آخ سعید، تو رو خدا خواهش میکنم تونش ندیم. من به تو از نگرانی دیخ میکنم. اینقدر بیتابی نکن. اومدی و مجبور شدم یه ما ازت دور باشم. اون وقت چی کار میکنی؟ خودم میکشم. بچه نشو، اینقدر از مرگ و میر صحبت نکن. دنیا مال ماست. خب من دیگه باید برم. سر رو میرم مدرسه، از را میرم خدافیزی میکنم. تخت بشه.
چرا اینقدر زودی داری همه چی مدرسه تعطیل نشه؟ میدونم. اومدم بهت بگم که من مجبورم چند روزی برم شیراز. شیراز نمیبرم حبلوی خودت ببر. نه نمیتونم. تو از درس عقب میفتی. تازه تو نباید مادرت رو تنها بذاری. فقط بهم قول بده که بچه خوبی باشی و مامانت اذیت نکنی. خب؟ اگه واسم اسب و بازی بیاری قول میدم مامانم اذیت نکنم. خیلی خب واسهت میارم. حالا اجازه مرخصی میفرمی یا نه؟ سر تخس تخس بابا از موزی یه دره ها نه یادم نمیره اذیت نکنی ها قول مردونه دنیا بی امی همچون بندونه
فریب دادن. زنت به تو خیانت میکنه. به خاطر همین تو رو از شهر دور کردن. میبره؟ آره. خب همه چی جور شده از خر؟ بله خانوم، آقا بالا منتظره. خوبه خوبه، پس مواظب به اوضاع باش. من شب خونه شهره میمونم. خیالتون راحت باشه، ترتیبش دادن. بریم شیرین جون، زود باش. ماما کجا داری میری؟ بریم خونه شهره. من از بچه های شهره خوشم نمیاد. چرا سعید رامین نمیاره بازی کنه؟ خیلی خوب، هفته دیگه میگم سعید رامین بیاره اینجا، تو باش بازی کن. باشه؟ آره قول میدم. اسخر، بیاین چه بینم؟ بیاین چه؟ زود باشده اسخر، الان دیگه موقعشه، سعید باید خیلی از شهر دور شده باشه، پس چرا نمیری دنبال مرجان؟ چرا داشتم را میفتدم، شما خاطرتون جمع باشه و... باشه، پس من میرم بالا، منتظر میشم. راستی آقا، یادتون نره ها، همون عمرتون مال من، بهم قول دادین با این نوالا. چی شده؟ درو با کنیم. خدای من، برای سعید اتفاقی افتاده؟ نه ترسید، طوری نشده، خیالتون راحت باشه، طوری نشده. اجازه بدیم بیام تو تا براتون بگم. بیا بالا. بریم، داشتم میگفتم راستش حال شیرین زیاد خوب نیست. لیلی خانومم رفتن مهمونی، حکمم رفته مرخصی، شیرین بیتابی میکرد. به خانوم تلفن کردم، گفتش بیام دنبال شما، ازتون خواهش کنم یه چند ساعتی بیاین از شیرین مواظبت کنین تا اونو از مهمونی برگردن. رامینو چیکار کنم؟ نمیتونم اونو تو خونه تنهاش بذارم. ناراحت اون نباشین، رامینم همراهتون بیارین، من ازش مواظبت میکنه. میترسم از خواب بیدارش کنم تا صبح خوابش نبره. طوری نمیشه، اون خودش یه پا مرده، بذارینش بگیره بخوابه. تا خانوم از مهمونی برگشت شما رو برمیگردینم خونه. خدا جون چی کار کنم؟ کاش که سعید اینجا بود. خواهش میکنم عجله کنید. خیلی خوب، بیرون منتظر باشش. من رفتم پایین، زودتر بیاین. من رفتم پایین. خیلی خوب باشه.
بفرمایید. شما بریم بالا، بچه اونجاست. من میرم گلخونه، اگه کاری داشتین خبرم کنین. بفرمی دیگه. گلخونه، گلخونه. نش 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 کنم، شاید تو گل پیدش کنم. میری که دیره که دیره ناراحتی نداره. اون به شما دروغ نگفته. من الان از مهمونی برگشتم. شیرین هم حالش خوبه، الان بالا خوابیده. لیلی هم با شوهر شما رفته شیراز. پس سعید با لیلی خانم رفته. اما اون به من گفت تنهایی داره میره اونجا. من که قبلا گفتم ما مردا دنبال چیزای تازه هستیم، ولی من به هیچ وقت سعید رو سرزنش نمی کنم. منظورتون رو نمیفهمم. بیا کم کم میفهمی. یه گلاس مشروب بخور بعد میفهمی. نه آقا، من تو عمرم لب به مشروب نزدم، متشکرم. پس عمرتو بیهوده تلف کردی، بعد از این زندگی کن. من رامینو تنها گذاشتم و اومدم اینجا که از شیرین نگهداری کنم. حالا میخوام برم خونه. خواهش میکنم درو باز کنین، بذارین من برم. مرجان، من از دقیقه که چشمم به دختر نتونستم خاطره این چهره قشنگ و زیبای تو را از یاد ببرم. تو نمیدونی تنهایی تو این خونه بزرگ برای یه مرد چقدر مشکله. ورود تو به زندگیم یه حد دریچه های عشق و سعادت رو به روی من باز کرد. شما محسین نمیدونین چی کار داریم میکنین. من به شوهرم هرگز خیانت نمی کنم. اما سعید به تو خیانت میکنه. مطمئن باش که سعید به تو خیانت میکنه. حقیقت داشته باشه برام مهم نیست. منو بذارین برگردم خونه. نگردم مجبور میشم همه جریانو به لیلی خانم بگم. لیلی دیگه زن من نیست. بیا عزیزم مرجان، من حاضرم تمام زندگیمو به پای تو بریزم. ببین این جواهرات رو واسه تو خریدم. مگه تو نمیدونی که لیلی و سعید با هم دیگه رو هم ریختن؟ تو فکر میکنی سعید به تو وفاداره؟ این دنیا وفا دیگه هیچه. لذت در دروغه، در رسالت، آلوده شدن در گناه. شاید میون آدمایی مثل شما لذت در همین هست، اما برای من لذت در پاکی و وفاداریه. بهتون التماس میکنم بذارین من برام، درو باز کنید. سعید و لیلی دارن کیف میکنن و بریش من و تو میخندن. بیا مرجان، من تو رو دوست دارم، تو رو میپرستم. ببین، ببین چه جواهرات گرون قیمتی همشو برای تو خریدم. میخوام تو رو غرق جواهرت کنم. بیا، بیا، بیا عزیزم، اینا همش مال توه، مال تو. میدونی چقدر بشو دادم؟ شما نمیتونین منو بخرید، مگه اینکه منو بکشید. آه نه، 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 نباید بمیری. تو باید مال من بشید. بلم کن تو
قربان قربان از خطایی چیکار میکنی؟ آه اونا مال مرجانه برش احمق گفتم مال مرجانه برش کن مرجان کجاست؟ زنم کجا مردی؟ نمیدونم بس بزن Thank you.
اینجا منتظر باشم. چشم دکتر. حاضر کن، اصلا به گوش نمیاد. حالش خوبه،
دیروز دکتر روانشناس بیمارستان بعد از آزمایشات لازم به این نتیجه رسیده که این بچه گذشتشو فراموش کرده، حتی اسم خودش هم نمیدونه. در واقع به یه بیماری فراموشی دچار شده. شما هنوز از پدر مادرش اطلاعی به دست نیاوردید خانم؟ هنوز نه. وضع اونطوریه که انگار در دنیای تازه‌ای پا گذاشته، به همه چی بیگانه است، حتی به خودش. اگه شما بخواید ما میتونیم اونو به دست مقامات قانونی بسپاریم تا پدر و مادرش پیدا بشن. نه، من اونو میبرم منزل خودم. میلیون ها ثروت دارم ولی تنها. لطفاً شما مگه خبری از اونو داشتین به من اطلاع بدید. اگه این بچه دوباره پدر مادرشو ببینه، امکان داره که مجدداً گذشتش به یادش بیاد. کافیه یه اثر کوچیک از گذشتش در اختیار ما باشه که اونو به حال اولیه برگردونیم. متشکرم. پس بهتره یه اسم موقتی براش بذاریم. شما با کامبیز موافقین؟ چرا که نه؟ اتفاقا اسم قشنگی به پسر به این قشنگی میاد. تو گفتی به زن اربابت هیچ نظری نداشتی و شدیداً علاقه‌مند به زن خودت بودی که در شب جنایت دست به خودکشی زده. آیا علاقه تو به زن مرحومت به اون حد میرسید که نسبت به اون حسادت بکنی؟ هر مردی ممکنه تو زندگیش نسبت به زنش حسادت داشته باشه. به نظر من حسادت یعنی علاقه. از اظهارات زن اربابت اینطور استنباط شده که تو در روز جنایت مأموریت داشتی که به شیراز بری، درسته؟ بله، درسته. اینم درسته که از رفتن به شیراز پشیمون شدی و مخفیانه به شهر برگشتی و به منزل ارباب مقتولت رفتی بدون اینکه کسی متوجه ورود تو به منزل بشه؟ اعتراض دارم قربان. آقای دادستان سوالاتی از موکل من میکنن که چندان ارتباطی با اصل قضیه نداره. من فقط از متهم برای سوالاتی جواب میخوام که مربوط به دو قتل و یک خودکشی در اون شب هولناکه. اعتراض وارد نیست آقای وکیل. لطفاً به سوالاتتون ادامه بدید. ممکنه بگید چه چیزی تو رو از رفتن به شیراز باز داشت؟ وجود یه نامه تو داشبورد ماشین لیلی خانم که باش عازم شیراز بودم باعث شد که به شهر برگردم. در اون نامه نوشته شده بود که زنم به من خیانت میکنه. باور نکردم. خیال کردم برای زنم تله گذاشته شده. میتونی بگی نویسنده اون نامه کی بود؟ بله، گمان میکنم دستخط لیلی خانم بود. بسیار خوب. بگید ببینم اون خانم الان اینجاست؟ بله، اونجا نشسته. پس مدعی هستی که نامه رو خانم لیلی نوشته و توی داشبورد ماشین گذاشته. خب میتونی نامه رو به ما نشون بدی؟ گمش کردم. یعنی بعد از خوندن دست پاچه شدم، حتما افتاده تو جاده. میتونی بگی کی برای زن تله گذاشته بود؟ نمیدونم، شاید. شاید چی؟ چه میدونم، زنم نجیب بود. شاید میخواستم به این وسیله اونو گمراهش بکنم. کی میخواست زن تو گمراه کنه؟ نمیدونم. پس نمیدونی. خب اگه زنت نجیب بود و تو بهش اطمینان داشتی، چرا از رفتن به شیراز خودداری کردی؟ نمیدونم. پس میتونی بگی زنت به خاطر چی به تنهایی به منزل اربابت رفته بود؟ با اینکه میدونست به جز اون هیچ کس در خونه نیست؟ تمامش زیر سر اون نوکرشونه. نوکرشون اصغر و الا زن من به تنهایی اونجا نمیره. نه، اینطور نیست. برای اینکه اون میدونست تو شهر نیستی و شبو به خونه بر نمیکردی. برای اینکه اون با اربابت رابطه نامشروع برقرار کرده بود و چون به اون و اربابت مشکوک بودی برگشتی که اونا رو غافلگیر کنی. و پس از روبرو شدن با حقیقت تلخ از شدت عصبانیت با این دشنه اونو به قتل رسوندی. همین مجادله باعث شد زن دست ترس فرار کنه و برای حفظ آبروش دست به خودکشی بزنه. در این هنگام بر اثر سر و صدا اسقر مستخدم منزل سر رسید و چون مانع از فرار تو شد اونم با این دشنه کشتی، با همین دشنه که اربابتم به قتل رسوندی. این جواهرات که در کنار جسد مقتول پیدا شده مدرک قاطعی است برای اثبات جنایت. تو قاتلی، قاتل. من از حضور محترم ریاست دادگاه و هیئت قضات برای متهم تقاضای اعدام میکنم. نه، من هیچ کس نکشتم، هیچ کسو. من قاتل نیستم. من برای دفاع از خودم از قرار کشتم. اون منو زخمی کرده بود. اگه اونو نمیکشتم خودم کشته میشدم. من وقتی وارد منزل شدم جسد ارباب گوشه سالن افتاده بود. اونو قبل از ورود من به باغ کشته بودم. کی؟ زنت؟ نه، زن من صاحب چنین دشنه ای نبود. این دشنه متعلق به اسقر بود که همیشه همراش داشت. دیگه سوالی ندارم. بسیار خوب. رسیدگی به پرونده دو قتل در یک شب و کلیه استشهاد و اتهامات وارده به متهم در اینجا خاتمه پیدا می کند. متهم می تواند آخرین دفاع خود را به عرض دادگاه برساند.
و پس از آن دادگاه برای رأی نهایی وارد شور خواهد شد. من چیزی ندارم بگم جز این که مثل هر انسانی بچه به دنیا آمدم. پدر و مادرم تربیت منو به عهده داشتن. اونا راه های خوب و بد زندگی رو به من نشون دادن و از میون اون چیزای خوب یکی زنم مرجان بود و دیگری پسرم رامین که سرنوشتشون منو از هر دوی اونها جدا کرد. من با همه آدم هایی که باشون سر و کار داشتم خوب بودم، حتی به زن اربابم. زنم مرجان نسبت به من پاک بود و خیلی خیلی هم وفادار. من موقع ورود به باغ اسقر رو با جواهرات در حال فرار دیدم. اون منو زخمی کرد، میخواست با ضربات بعدی کار منو بسازه. به ناچار اونو کشتم. من فقط برای نجات خودم این کارو کردم. من حتی حاضر نیستم یک مورچه‌ام اذیت بکنم، چون معتقدم که هر جنبنده‌ای در این دنیا حق داره آزاد نفس بکشه و آزاد زندگی بکنه. این مسلمه که خداوند خودش این زندگی رو میده و خودشم زندگی رو میده. من بی گناهم. بسیار خوب، متهم آخرین دفاع خود را بیان داشت. تا اعلام نتیجه نهایی و رأی هیئت قضات تنفس اعلام می شود. توجه به محتویات پرونده و دلایل و مدارک کافی و آثار و علائم جرم و آلت قتل و اظهارات شهود و دفاعیات وکیل مدافع و خود متهم، هیئت دادگاه متهم را با در نظر گرفتن اینکه متهم جوان است و سابقه محکومیتی ندارد با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم می نماید. عباس جون توی؟ عباس جون قربونت برم، تو کجا بودی عباس جون؟ سعید جون نمیدونی چقدر زحمت کشیدم تا تو رو پیدا کردم. من تازه با خبر شدم، دو روز و دو شب تو راه بودم تا به اینجا رسیدم. بی معرفت، من سه ساله که این تو هم، تو تازه با خبر شدی؟ آره تو میری، تو یه تعمیرگاه در آبادان کار میکردم. یه هفته پیش یکی از رفقا رو دیدم و از موضوع با خبر شدم. پسر تو چقدر بد آوردی؟ به جونت، وقتی خبر رو شنیدم به قدری ناراحت شدم که رفتم یه بطری عرق رو با شکم خالی سر کشیدم. نمیدونم، من یه مرد خوشبختی بودم، اما حالا دیگه همه چی تموم شده. مرجان دیگه نیست، رامینم مثل اینکه آب شده و رفته تو زمین. ناراحت نباش سعید جون، خودم میگردم و پیداش میکنم. چند روز دیگه ترون میمونه؟ فعلا هستم، نرفتم هم نرفتم. تو هرچی احتیاج داری بگو، واسه هفته دیگه بیارم. نه نه عباس جون، نمیخواد واسه خاطر من دست از کار و زندگی بکشی. برگرد برو همون آبادان، همینقدر که سالی یکی دوتا نامه واسه من بنویسی واسم کافی. خیارتو واسه خاطر من ناراحت نکن، شاید همین تهرون تو یه تعمیرگاه کار گرفتم. هر هفته هم بهت در میزنم، اگه زیادی حرف بزنی یا میرم یه کاری میکنم که منم بیارم پیش تو بندازم. چشم، قبوله، هرچی تو بگی دوست، دوست با وفای. خدا به سهیچ خود بزن. خدا بس. بری
چون اومدی. قربونت برم لایی. دیگه عمرش داد به شما. خب من دیگه باید برم، از مطب تلفن میکنم تا ترتیب چپ تا دفنشو بدن. خداحافظ شما خانم. آقای وکیل با اجازه شما. خداحافظ شما. از لطفتون خیلی متشکرم. کامبیز خان متاسفم. ناراحت نشو کامبیز، ما در انتظار چنین حادثه شومی بودیم. دکترها تمام کوشش خودشونو به کار بردن، اما کسی نمیتونه با مرگ دست و پنجه نرم کنه. اون تنها کسی بود که من تو این دنیا داشتم. نه، تو دوستان زیادی پیدا میکنی، ازدواج میکنی، صاحب بچه های قشنگ میشی. کامبیز الان موقعشه که یه حقیقتی رو با تو در میون بذارم. تو سالها پیش با ماشین خانم تصادف کردی و بر اثر صدمه‌ای که به مغزت وارد شد گذشته تو فراموش کردی. خانم تو رو مثل بچه خودش بزرگ کرد، اون تمام هتل ها و داراییش رو به تو بخشیده. خدایا چی میشنم. الان دیگه موقعشه تو رو تنهات بذارم. میدم دفترم طلب. چی موقعیتی منو تنهام نذار تا ختم مادرم تموم بشه. من دوست ندارم شما رو تنهاتون بذارم، اما حالا که خانم در قید حیاتی صورت خوشی نداره من اینجا بمونم. وقتی تو اینجا نباشی برای من بیشتر دردآوره. من به وجود تو این خونه اونس گرفتم، حتی حاضرم دو برابر حقوق بیمارستانو بهت بدم. موضوع حقوق و این چیزا نیست. فاین که من که نمیتونم برای همیشه اینجا بمونم. بازم اگه مریض بودی حرفی نداشتم. خیلی خوب، یه هفته دیگه اینجا میمونم تا ختم خانم تموم بشه، اون وقت با اجازتون میرم. خوبه؟ حالا میرم دوباره اسبابمو بذارم سر جاش. متشکرم. خبرهای دفع روزنامه کیان و اطلاعات، مسابقه فوتبال تاج با مکان، سعید رزکار از زندان آزاده. شو بشورم ماشینا رو میشورم.
شدی بیمرفت تویی؟ تو از زندون اومدی بیرون؟ بیمرفت من فکر میکردم دو سال دیگه از زندونت باقی مونده ها؟ عفو کردم با رفتار خوب و کار زیاد بالاخره آزاد شد همه ای کاش بقیه عمرم تو همون هلوفتینی باقی مونده هنوز این حرفا چیه؟ من اگه بهت بگم چه خبر خوشی واسط دارم دیوونه میشه حد رسن چیه؟ رامین من؟ آره رامین تو رامین خدایی عباس سعید رامین منو دید آره. اون زنده هست آره سعید جون اون زنده هست بس چرا بهم نگفتی عباس من سه چهار ماه میشه که به موضوع پی بردم سعید جون چی میگی؟ تو سه چهار ماهی که از رامین خبر داری و به من نگفتی عجب بیمارفتی هستی منتظر بودم با موقعش بهت بگم چون یه جریانه که تو از اون بی اطلاعی اون شب لعنتی که مرجان خودکشی کرد رامین با ماشین یه زن میلیونر تصادف میکنه و اون زن اونو میبره بیمارستان و چون رامین حواسش از دست داده بود و نمیدونست پدر مادرش کیان و کجان زن اونو میبره پیش خودش و بزرگش میکنه اون زن هفتش ماهی که مرده و تمام داراییشو برای رامین به ارث گذاشته اون دیگه رامین کوچولو نیست بزرگ شده صاحب چند تا هتل بزرگ و تجارتخونه و دم و دستگاهی شده که بیا اون ببین اسمش هم دیگه رامین نیست کامبیزه Ha 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 ha
ای خدا. نمیتونم بخندم یا گریه کنم. ببین سرنوشت چطور زندگی منو به بازی گرفت. دیگه بخوای میتونم ببرم پیشش. میخوای ببینیش؟ میخوام. این تنها آرزوی رزیدن فرمودی گفتم. الو. بله بله. قربان دستگالی که سفارش فرمودین امروز فرستادم. خیلی متشکرم. همونطوری که تو رابط گفتم راچه کار دکتر بیمارستان به این بود. خوب تماشا کن. این هتل به این بزرگی مالونه. تنها این نیست. به جز اینا چند تا دیگه هم داره. چند بزرگی. آره. خب حالا بیبریم بالا. نه نه. من نمیام. بیبریم بالا. خجالت میکشی. بیبریم بالا. نه نه عباس. وامیستم همینجا و میبینمش. من سر و وضعم زیاد خوب نیست. نمیخوام با خیلی اینجوری باهاش روبرو بشم. میدونی نمیخوام باعث سرشکستگی پسرم بشم. همینقدر که اونو خوشحال و سرحال ببینم راضی میشم. مگه تو هیچ وقت نمیخوای اون بفهمه تو پدرش هستی؟ نه در حال حاضر نه. شایدم هرگز. اینطوری خیلی بهتر. هم برای من و هم برای خود رامی. ای اینجا چرا وایسادی؟ یالا بریم بیرون. بینم ما با کسی کاری نداری. منتظر کسی هستی؟ اینجا جای شما نیست. گفتم بریم بیرون. یالا عباس خواهش میزنم. دکیدن دلعبرش نمیتونم. عباس کنی هر کسی سر و بزن خوب نباشه آدم نیست. سیبیناتو دود میدم. بکی بیرم آنان خفت بکنم. خواهش میکنم باره کنم. بیرم مرافر من اندازم. خواهش میکنم. کف کنم. میکشمه. خیال کردی هر کسی سر و بزنش خوب نبود آدم بدبختیه. خواهش میکنم. چه خبره؟ خفت میکنم. شما کی هستید؟ سعید جون خودشه. خودشه. آره رامین. آره چی میخوان؟ قربون این دوتای جده هست. قربون دروغ میگه. ما داشتیم میومدیم تو این جلومونه گرفت. ما هم خرخرشی گرفتیم داشتیم. راستش ما اومدیم اینجا که شما رو ببینیم قربون. تو برو پیکارت. بارو ببینیم. بیا اینو بگیریم برای این دوتایی خوش بشیم. نه از لطفتون خیلی متشکریم. راستش ما به این پولا احتیاجی نداریم. به سر و وضعمون نگاه نکنیم. ما آدمای خیلی خوبی هستیم. پس چی میخواین؟ هیچی. یعنی میدونین ما دنبال کار اومدیم اینجا. البته اگه بتونیم زیر سایه شما باشیم نعمت بزرگی. چه کاری بلدین؟ عباس ترمز خیابانی تصدیق با یک همگانی نوکرت میشم در زندگانی. عباس جون خواهش میکنم مسخره بازی دارم. قربان ما از جوان مردی شما خیلی شنیدیم. اگه اجازه بدین یه کاری تو خونتون یا هتل به همون بدن که زیر سایه شما ما هم یه لقمه نون بخوریم و ممنونش. عباس راننده خوبیه. ما هر دومون سابقه خیلی خوبی داریم. شما رو کاملا راضی میکنیم. حقوقش هم اصلا مهم نیست. هر جور ضمانت هم که بخواین حاضریم براتون بیاریم. دیشب خواب خوبی دیدم. شاید تعبیرش همینه. تو هتل کاری ندارم. شاید ببرمتون منزل اونجا کار کنیم. به یه راننده و یه باغبون احتیاج دارم. اما باید بدونم چه تضمینی میدیم. تضمین دیگه چیه؟ منظورش ضمانته. اما قربو ما یه ضامن معتبر داریم که خیلی ها ندارن. ضامنی که به همه این دنیا میارزه. مثلا قربونش برم اون بالاست. اون ضامن همه آدمای با معرفت خوب مثل ما دوتا. شما دوتا آدمای عجیبی هستید. در این حال که از حرفاتون هیچی سر در نمیارم اما یه چیزی به هم میگه میتونم به شما اطمینان کنم. خیلی خوب شماها برین سر وضعتون رو درست کنین تا بفرستمتون خونه مشغول کار شید. خیلی متشکرم. بریم عباس. قربون اون پولی که میخواستیم بریم فعلا امانتی پیش ما باشه. بذاریم به حساب پیشخصه اول حقوقمون. دمیر میکنم مایزین و زرگار گرم بنده. هوا یه تکمون، هوا دو تکمون، هوا زردلواره به تکمون. زردلو کن دیگه بریم اومد مسخره بازی درانی شده. بعد خواهش میکنم. حالا دیگه به خاطر پیشخصم که شده مجبور من استخدام بکنه. هوا یه تکمون، هوا دو تکمون، هوا زردلو. و
زن خوب و مهربونی. 6 ماه تمام من ازش تو بیمارستان نگهداری کردم. وقتی میخواستم بیارمش خونه ازم خواست که پرستاری اونو در منزل به عهده بگیرم. بیچاره نمیدونست چه مرض سختی داره و دیگه وقتی براش باقی نمونده. دکترها اونو به زور دوا و آمپول تونستن 3 ماه زنده نگه دارن. بالاخره هم راحت شد. خدا بیامرزه. خب بگذاریم. حالا بگیم ببینم از کارتون راضی هستیم؟ من دیگه هیچ آرزویی تو زندگیم ندارم جز این که باقی عمرم و خدمت گذار آقا باشم. چه خوب آدم تو زندگیش تا این حد قانع باشه. خانم این گلا رو کجا ببرم؟ ببرش بالا. ببخشین الان برمیگردم. بایش بوازه باش. طوری که نشدی دخترم. نه طوری نشدم. پام سرخون. دست شما درد نکنه. به شیرینم به خاطر نگاه های گرم و احساس پاکش با تمام قلبم عاشق. سلام آقا. سلام شیرین. بازم گل آوردن؟ بله همین الان آوردنش. بازم کارت معرفی نداره؟ نمیدونم همین جوری آوردنش. مطمئنی؟ پس اون چیه تو دستت قایم کردی؟ کدوم آقا؟ بدش به من. به شیرینم به خاطر نگاه های گرم و احساس پاکش با تمام قلبم ناشناس. آه این کلمات قشنگتر از خود گله. پس من اشتباه کردم این گلا رو برای تو میفرستادم. نه آقا شاید یه شیرینی دیگه باشه. من که کسی رو ندارم برام دست گل بفرسته. مگه ما جستا اینجا شیرین دیگه ای هم داریم؟ نمیدونم. راستش بود. آقا به خدا من نمیدونم این دست گلا رو کی میفرسته به خونم. حالا که حاضر نیستی بگی چه کسی این گلا رو فرستاده؟ من حرفی ندارم. آخه برای اینکه هر روز یه دسته گل به خونه میارم شما نمیگین کی میفرسته. آه خیلی خوب دیگه نمیخواد عصبانی بشی. منظورتون از این کارا چیه؟ من فکر میکنم موندن من تو این خونه دیگه صلاح نباشه.
میتونم تو این خونه بمونم. آخه چرا؟ اینجا که همه با تو خوبن، همه با تو مهربونن، دوستت دارن، ما همه به هم دیگه آنس گرفتیم. میدونم، واسه همینم باید هرچه زودتر از اینجا برم. آقا با من مثل یه پرستار رفتار نمی کنه، اون دنباله بهانه میکرده که چی؟ اون نظر خوبی به من نداره، شایدم اشتباه میکنم، اون واقعا خوبه. با وجود این دیگه به هیچ وجه صلاح نیست من اینجا بمونم. دوستش داری؟ اگه میدونستم خودم اینطور گرفتار بدبختی و ناراحتی میکنم، همون روز برمیگشتم بیمارستان. نه، این بدبختی نیست، این عشق، عشقم سعادت، امید، روشنی زندگی فرداست. آه، به چه درد میخوره؟ من هیچ کس جز یه مادر پیر ندارم. یه روزگاری ما همه چیز داشتیم، اما اون دوران دیگه گذشته، از یاد رفته. آره، گذشته خیلی زود فراموش میشه. خودم دیگه دلش نمیخواد درباره اونا فکر کنه، اما برای اونها که مثل من پیر شدن، گذشته هرگز از یاد نمیره. شیرین، میخوام یه حقیقتی رو بدون. اون دست گلا رو من میفرستادم. من تو رو دوست دارم. ازت میخوام که عشق منو قبول کنی. من لیاقت شما رو ندارم. اگه تو هم تو دلت برام یه عشق پنهونی داری بگو. دیگه هیچ مانعی نمیتونه منو از تو جدا کنه. منو دوست داری؟ من شما رو میپرستم. عباس، فوری ماشینو حاضر کن. میخوام مادر شیرینو ملاقات کنم. نه، نه. چرا نه؟ اگه قرار بشه که تو همسر و شریک زندگی من بشی، بهتر نیست موضوع رو با مادرت در میون بذاریم؟ پس اجازه بدین من مادرمو بیارم اینجا. خواهش میکنم. چون خونه ای ما قابل شما رو نداری. عباس برو. چک رفتیم قرمون. من خوشحالم که دوستایی مثل شما دارم. حالا دیگه به هیچ وجه فکر نمی کنم شما کارگرای این خونه ای، بلکه تصور می کنم ما همه مال یه خونه باید. مطرک همینطورم هست. مادر، یه اتفاق خوبی افتاده. دیگه سیاهی تموم شده. دیگه میتونم به همه چیز امیدوار باشم. بلند شو، تو رو میخوام ببرم با کامبیز آشنات کنم. کامبیز کی؟ این همون نیست که تو خونهش کار میکنی؟ خودشه. شیرین، چی کار داری میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ منو کجا میخوای ببری؟ بهت که گفتم کامبیز آشده من شده، منم عاشق اون شدم. او تو نمیدونی اون چه پسر نازیه، او میخوای با تو ملاقات کنی. با من؟ با من؟ چرا؟ معلومه، وقتی او میخواد با من ازدواج کنه باید بدونه مادرم کیه. تو دیوونه شدی. من اونجا بیا نیستم. برو برو، هر کاری که دلت میخواد. تو باید حتما همراه من باشی، برای اینکه این موضوع بستگی به آینده من داره. نه، من نه، من دیگه مرده. از یه مرده چه انتظاری میتونی داشته باشی؟ میدونم تو مردی، تو خیلی وقت برام مردی، اما من هنوز زندم. زندگی من مطرح، مادر، نه تو. زمانی که من بچه بودم تو همه چی داشتی به من بدی، پول، محبت، آینده، اما تو همه چی رو واسه خودت نگه داشتی. منم بیکار ننشستم. شیرینت رفت خونه این و اون کلفتی کرد که بتونه زنده بمونه. الان سرنوشت من داره عوض میشه. حالا خدا میخواد گذشته ای منو تلافی کنه، میخواد منو خوشبختم کنه، چه تو بخوای چه نخوای. حالا لباس تو بپوش و همراه من بیا، وگرنه به زور میبرم. یالا بلند شو دیگه، معطل نکن. خیلی خوب، خیلی خوب. او
اون زهر ما رو بذار زمین. جوان که با یک نگاه تمام مردا رو خاطرخواه خودش میکرد، همون لیلی که به خاطر یک هوس زود گذر سعادت خونواده ای رو به باد فنا داد، باعث شد که من جوانیم و تو سیاه چالای زندون تاریخ بگذرونم، زن و بچه ما از دست بدم و به این روز سیاه بیفتم. من خوب نگاه من خودمم، نگاه کن، ببین ببین به چه روزی افتادی. پس خدا بیداره، آروم ننشستی. پس تو هم شیرینی، همون شیرینی کوچولو که بغلت میکردم. چه تصادفی. اما نه دیگه، نمیذارم این سعادت رو به هم بزنی. بلند شو از اینجا، برو بیرون. بلند شو زن پلید، برو گم شو از این خونه. بلند شو لعنتی. اینجا چه خبره؟ شو از اینجا، برو بیرون. بلش کن، تو به چه جرأتی به مادرم توهین میکنی؟ چی کار داری میکنی احمق؟ هیچ میفهمی کیو داری از خونه من میرونی؟ تو به چه جرأتی به خودت چنین اجازه ای رو دادی؟ تو یه بدبخت بیکاره بودی، آوردم ات بهت قضا و جا دادم، چی کم داشتی؟ یالا بلند شو، برو از جلوی چشمم دور شو. نه دیگه بسه، این مسخره بازی باید دیگه تموم بشه. حالا موقعشه که حقیقت بدونید. همه تون خوب گوش کنید، تو هم گوش کن کامیز. کسی رو که خونت میرونی پدرت، اون پدرته. خدایا چی میشنم؟ چقدر دیگه باید بدبختی بکشم؟ کاش که میمردم و راحت میشدم. اون راست میگه، این بلاها رو من به سرش آوردم. من اون نامه رو توی داشبورد ماشینش گذاشتم. بله من، اما این دوتا رو به خاطر گناهان من تنبیه نکنید. اونو ببخش، گذشت داشته باش. حالا همه چیز یادم اومد. پدر منو ببخش. نه پسر، تو باید منو ببخشی. بعد دیگه حق پدری بگردن. نه این حرفو نزن پدر. آخ پسرم، پسرم. داشتم.
نه شیرین، نه، تو اشتباه میکنی، تو تقصیر نداری، تو عروس قشنگ من. تو چقدر مهربونی، منو ببخش، مادرمو ببخش. عروس قشنگ من، پسرم.